لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی‌نیاز است. سفر حج، تهیه و تقدیم محمد انصاری. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شنوندگان عزیز و گرامی، حجاج بیت الله الحرام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه‌های گذشته از طواف بیت الله الحرام و فضائل تلبیه و شعار حج صحبت کردیم و مسائل متعددی را از قرآن و سنت در مورد طواف و تلبیه و فضیلت حج بیت الله الحرام بیان کردیم. حج بیت الله الحرام عبادت بزرگی که یکی از ارکان مهم در دین مقدس اسلام به شمار می رود و طواف بیت الله الحرام نیز یکی از ارکان مهم حج و عمره است و عرض کردیم که طواف جز به دور کعبه به هیچ جای دیگری جایز نیست، زیرا الله سبحانه و تعالی در سوره حج آیه 29 می فرماید وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقُ، پس به گرد خانه کعبه طواف بکنید. پس به گرد هیچ قبر و قبه و ذریحی طواف درست نیست، چون که این امر با اصول شریعت منافات دارد و با حقیقت و روح توحید ناسازگار است و چنین عملی وانمود می کند که گویا طواف کننده مخلوق را با خالق مساوی می داند. در این باره نسبتاً به طور مفصل در برنامه قبلی سخن گفتیم. در اینجا از درس دیگر و فایده دیگری سخن خواهیم گفت و آن این که بنده مسلمان هنگامی که به خانه کعبه می رسد و طواف شروع می کند، برای او جایز است که جهت اطاعت از اوامر الله و پیروی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حجر الاسود را ببوسد و رکن یمانی را استلام کند، که البته در بیان مشروعیت آن ادله فراوانی آمده است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصا آن را بوسیدند. از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را هنگامی که به مکه آمدن دیدم که رکن حجر الاسود را استلام کردند، آنگاه سه شوط اول طواف را از هفت شوط نیم دو رفتند. همچنین از جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد الحرام شدند، سنگ را استلام کردند، سپس از طرف راست آن طواف نمودند، آنگاه سه مرتبه نیم دو کردند و چهار مرتبه دیگر عادی طواف نمودند. پس بدین ترتیب مسلمانان صرفاً به نیت اطاعت از ایشان و جهت پیروی از سنت ایشان حجر الاسود را میبوسند و نه به این اعتقاد که سنگ میتواند فایده یا ضرری برساند. لذا امیر مؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قبل از بوسیدن حجر الاسود فرمودند من خوب میدانم که تو سنگی هستی که نفع و ضرری نمیرسانی. اگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را ندیده بودم که تو را میبوسید، هرگز تو را نمی بوسیدم. ابن جریر طبری رحمت الله علیه می فرماید عمر فاروق به این دلیل چنین فرمود که مردم هنوز تازه از پرستش بت‌ها جدا شده بودند. ایشان می ترسید که مبادا مردم جاهل گمان کنند که استلام حجر الاسود از باب تعظیم سنگ هاست، چنان که در جاهلیت عرب ها این کار را می کردند.
پس عمر فاروق رضی الله تعالی عنه میخواست به مردم آموزش داد که استلام این سنگ صرفاً به جهت پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، نه اینکه سنگ میتواند نفعی یا ضرری برساند، چنان که در جاهلیت مردم درباره بت‌ها چنین اعتقاداتی داشتند. اما آنچه از حدیث ابو سعید رضی الله تعالی عنه روایت می شود که گویا الله انگامی که از ذریه آدم عهد و پیمان گرفت این امر را در لوحی نوشت و به دهان سنگ داد و این که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که در روز قیامت حجر الاسود در حالی که زبان روانی دارد حاضر می شود و برای هر کسی که او را استلام کرده گواهی توحید می دهد، اینها از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثابت نیست. حافظ ابن حجر می فرماید در سند آن ابو هارون عبدی است و او خیلی ضعیف است. ابو هارون که این اثر را نقل کرده در نزد علما متروک الحدیث است. بعضی او را دروغگو گفتند. امام نسائی درباره او می فرماید متروک الحدیث. حماد ابن زید می فرماید ابو هارون عبدی دروغگویی است که صبح یک جور دروغ می گوید و شب جور دیگر. جوزجانی می فرماید کذاب و مفتری، دروغگویی است که افترا می بندد. و ابن حبان می فرماید روایتی را از ابو سعید نقل می کرد که در واقع از احادیث او نبود. احادیث او جز برای نمونه و تعجب جایز نیست که نوشته شود. پس کسی که در نزد علما چنین حالتی دارد چگونه می توان به روایتش اعتماد کرد؟ در ضمن باید توجه داشت که آنچه مشروع است صرفاً بوسیدن حجر الاسود است و یا در صورت عدم امکان دست کشیدن به آن، و اگر این هم ممکن نبود اشاره به طرف آن است. همچنین استلام رکن یمانی نیز جایز است. از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود ندیدم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به چیزی از خانه کعبه دست بزند مگر دو رکن یمانی را. بنابراین مشخص شد که جز به اجر الاسود و رکن یمانی دست زدن جایز نیست. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه می فرماید از چهار گوشه خانه کعبه جز رکن یمانی و رکن حجر الاسود جای دیگری را نباید دست زد، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط امین دو رکن را دست زدند، چون که این دو رکن بر بنای ابراهیم علیه السلام قائم است و آن دو رکن دیگر داخل خانه است. رکن حجر الاسود هم بوسیده و هم دست زده می شود و رکن یمانی دست زده می شود اما بوسیده نمی شود و دو رکن دیگر نه دست زده می شود نه و نه بوسیده می شود. و اما قسمت های دیگر خانه کعبه و مقام ابراهیم و همه مسجد هایی که در روی زمین قرار دارد و دیوارهای آنان و قبور پیامبران و صالحین مانند حجره شریفه پیامبر مکرممان صلی الله علیه و آله و سلم و مقام ابراهیم و مقام پیامبرمان صلی الله علیه و آله و سلم که در آن نماز می خواندند و صخره بیت المقدس، به اتفاق امت به هیچ کدام اینها دست زدن و بوسیدن جایز نیست. بنابراین از بزرگترین درس‌هایی که بنده مسلمان از این بخش از اعمال حج باید بیاموزد این است که بوسیدن و دست زدن به نیت تبرک جز در اینجا در هیچ جای دیگری درست نیست، زیرا هیچ گونه دلیلی وارد نشده که به این عمل در غیر این مکان مقدس مشروعیت ببخشد و مسلمانان به این دلیل این عمل و بقیه اعمال و عبادات را انجام می دهند که فرمانبرداری الله و پیروی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را کرده باشند، نه به اعتقاد این که این عمل با آنها نفع یا ضرری می رساند. چنان که قبلا این مطلب را در ضمن حدیث امیر مؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه که همچون معلمی توانا و به گونه عملی و مؤثر مردم را از این خطر آگاه فرمود توضیح دادیم. نصوص گذشته به این امر دلالت داشت که دست کشیدن و بوسیدن به هیچ بخشی از دیوارهای کعبه جز رکن یمانی و حجر الاسود سنت نیست. همچنین مشخص شد که دست کشیدن و بوسیدن مقام ابراهیم نیز سنت نیست، زیرا هیچ گونه اثر یا روایتی که دال بر این امر باشد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ثابت نشده است. وقتی دست کشیدن و بوسیدن خانه کعبه جز بخش‌های مخصوصی درست نباشد، پس بدون شک این عمل در جای دیگری جایز نیست، زیرا تمام مساجد روی زمین
و اماکن متبرکه‌ای که دیگر مقام و منزلت و شأنشان به هیچ عنوان به خانه کعبه قابل مقایسه نیست، و مقام ابراهیم که الله سبحانه و تعالی می فرماید و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و گفتیم از مقام ابراهیم عبادتگاهی بسازید، به طور قطع از تمامی اماکن دیگر مانند مقام ابراهیم در شام و دیگر آثار انبیاء علیهم السلام بهتر و متبرکتر است. به همین علت است که الله سبحانه و تعالی دستور داده در هر قسمتی از آن که میسر شد نماز بخوانیم. با این وجود دست کشیدن و بوسیدن آن درست نیست، چون هیچ گونه دلیل و مدرکی نیست که مورد استناد قرار گیرد. پس همه اماکن دیگر هرچند که مقدس و متبرک باشند، به هیچ عنوان نه بوسیدن آن جایز است و نه دست کشیدن به آنها و نه هم نماز خواندن در آنها الزامی است که کسی صرفاً به خاطر نماز خواندن در فلان جا سفر کند. اما حرکاتی که متاسفانه از بعضی مسلمانان جاهل سر می‌زند که ذریح‌ها و قبه‌ها و دیوارهای قبر را می‌بوسند و دست می‌کشند و تبرک می‌جویند و چه بسا از آنها مدد می‌طلبند، واقعاً کار زشت و نه تنها خلاف اسلام و قرآن و سیرت بزرگان دینی ماست که خلاف عقل و منطق سلیم نیز می‌باشد. شیخ الاسلام رحمت الله علیه می‌فرماید و اما دست کشیدن به قبر، حالا قبر هر کسی که می‌خواهد باشد، و بوسیدن و چهره بر آن مالیدن کاری است که به اتفاق مسلمین از آن نهی شده است، حتی اگر قبور انبیاء علیهم السلام باشد. این کار را هیچ فردی از سلف و گذشتگان نیک امت نکردند. شنوندگان عزیز و گرامی، با ذکر این مطلب زیبا از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه به پایان برنامه امروز سفر حج رسیدیم. امیدوار هستیم الله سبحانه و تعالی به ما و شما توفیق عنایت فرماید که مناسک حج خود و همه عبادات خود را مطابق قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انجام دهیم. در پناه حفظ او تعالی باشید و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم مقرر شد همان است که در مکه قرار دارد و برای جهانیان مایه برکت و هدایت است و در آن نشانه‌های روشن و مقام ابراهیم است. هر کس واردش شود در امان است. حج این خانه برای الله بر کسی که توانایی رفتن به آنجا را دارد واجب می باشد و هر کس انکار ورزد بداند که الله از جهانیان بی نیاز است. سفر حج، تهیه و تقدیم محمد انصاری